درود دوستان عزیز، این ویدیو بخش هایی هستش از سخنرانی همراه با جلسه پرسش و پاسخ در واقع کانون فرهنگی اندیشه. بعداً ویدیو کامل رو هم براتون آپلود میکنم و همینطور سپاس از لایک و کامنتاتون که به بهتر دیده شدن کانال قلم کمک میکنه. بله، کانون من برای کسی از دوستانی که خانم احسان دوست رو به کمتر میشناسن، خانم احسان دوست در تهران متولد شدن، پژوهشگر تاریخ باستان ایران هستن، دانش آموخته دانشگاه تهران و دانشگاه علوم تحقیقات تهران در مقطع کارشناسی ارشد در رشته فرهنگ و زبان ادبیات مدرن باستان. ایشون مدیر و بنیانگذار آموزشگاه علمی قلم توی تهران بودن که 15 سال این آموزشگاه رو مدیریت میکردن و از سال 2015 میلادی در شهر وین ساکن هستن. موضوع سخنرانی خانم احسان دوست جیرفت هست. تکیه گم شده بزرگ اینجا جا هست دوستان اگر که جیرفت تکیه گم شده بزرگ از معمای آغاز تمدن و ایشون در رابطه با جیرفت و به تازگی کرده شد. میخواییم در واقع از بومیان ایران سخن بگوییم، پدران ما، اجداد و نیاکان ما که تقریبا 5 تا 10 هزار سال پیش همراه با پسر عموهای هندی خودشون به دور دریای مرکزی ایران زندگی می‌کردن. همونطور که در تصویر می‌بینید، جایی که الان در حال حاضر کویرهای ایران هست، قبلاً یعنی تقریباً 5 تا 10 هزار سال پیش یک دریای بزرگ مرکزی بوده که دریای خزر و دریاچه ارومیه از یادگاران که در واقع به لحاظ باقی شهری
به زن 25 تا 30 ساله بوده که در چشم چپ اون به قدری ضعیف ساخته شده که حتی مویرک ها و الیاف های از طلا به قطر کمتر از 1 میلیمتر از نوعی چربی و بیر ساخته شده بود. بعدی نقاشی متحرک هست و اولین انیمیشن جهان که در یک از ظروف سیستان در واقع پیدا شد که با چرخاندن زرد یک موزی میپره و شاخه درخت رو میخوره و دوباره میاد پایین که این اولین انیمیشن جهان میده. و بعد از این خطکش 5000 سال از داریم که 10 سانتیمتر به مقیاس 5.5 میلیمتر از شور آقلوس ساخته شده بود که اینها همه از نشان از پیشرفت دانش ریاضی رو در نوشت و تمامی معادلات باستان شناسان جهان در هم ریخت و کلاً تغییرات عظیمی در تاریخ باستان جهان به وجود اومد. و در آخر هم من از محققین که پایه این پژوهش‌ها رو گذاشتن رو باید نام ببرم: دکتر پرویز برجاوند، پروفسور منصور سجادی، دکتر یوسف مجیدزاده، مهدی رهبر، کلولون بیت، هرسبرگ و هالی پیتمن و دکتر محمود کرمی که اینها همچنان در حال کاوش هستند در این تمدن بزرگ جیروف که هنوز کلی کار داره. بیش از 100 سال شاید نیاز داشته باشیم به همکاری، به کاوش و به تحقیق که بتونیم این تمدن عظیم و بزرگ و ارزشمند رو هرچه بیشتر کشف بکنیم. و اینکه اگر که علاقه‌مند بودید بازم به موضوعات تاریخی به خصوص در مورد تاریخ ایران باستان و تاریخ پیش از اسلام، من یک کانالی هم در یوتیوب دارم که در مورد مطالب مختلف تاریخی به خصوص تاریخ پیش از اسلام موضوعات حالا جالبی مطرح شده. شاید خود برای خود شما هم جالب باشه بیاین تو کامنت بنویسین، مسائل رو بنویسین که ما در واقع از شما یاد بگیریم. اگه علاقه‌مند بودید میتونید این کانال رو کانال قلم در یوتیوب دنبال بکنید و ویدیوهای بیشتری رو ببینید. و با قدردانی و سپاس از حضور و همراهی شما عزیزان. چرا خانش رسمی نشد؟ ببین راجب زمان اصلا هیچ زمان دقیقه بگیم. اگر که بودین سر اون صحبت که من داشتم در مورد کوچ آریایی ها به اینجا که حتی خیلی سال، چند هزار سال بعد از این تمدن جیرو بوده، هیچ کسی هنوز نتونسته هیچ تاریخ دقیقی رو بده. هیچ کسی نتونسته هنوز توی زمان خیلی نمیتونم مثلا ولی میشه که این خط 7000 سال قبل وجود داشته. کدوم خط؟ همین خط. بله بله، بین 5 تا 10 هزار سال کلا تمدن جیروف، تمدن ارکه رو بین 5 تا 10 هزار سال قبل از گروه 3 باید باشیم، یعنی قبل از 3 هزار سال. بله، کلا تمدن جیروف خاستگاه تمدن بین النهرین بوده. تمدن جیروف خاستگاه تا قبلش فکر میکردن که تمام تمدن ها بعد از تمدن ارکه بوده. الان با این کشف جدید متوجه شدن که تمدن جیروف یا ارکه خاستگاه تمدن بین النهرین بوده، یعنی اونا بعد از اون بودن. که میشه که واقعا اثبات بکنیم که این قدیمی تر از اون هست؟ همه الان اثبات شده، همین الان برای دنیای باستان شناسی کاملا اثبات شده. اصلا خیلی صدا کردین واقعا، من خود خیلی باید بیشتر در مورد این کشف بزرگ واقعا صحبت چه خیلی کلا صدا کرد و باید هم بیشتر در موردش صحبت بشه. این کاملا اصلا اثبات شد سال 2000. این سال 2000 این سیل اتفاق افتاد، تازه این از زیر خاک اومد بیرون، هنوز دارم توش کار میکنم. تا چند سال اول اصلا به رسمیت نمیشناختن، الان همین چند سال اخیر دیگه این رو به عنوان یک تمدن به رسمیت شناختن و اینکه خواستگاه بین المللی. تازه چند سال اخیر این سال میگم بود شما نوشتید سال افول تمدن. افول تمدن البته از جهت سیاست داشتم کلا نبودم، ولی خب در مورد همه مسائل دیگه کلا ایران تا قبل از اون جزء امپراتوری ها بوده، ولی بعد از اون دیگه ما داریم میبینیم دیگه سلسله های مختلف ما خیلی در اون تصرف داشتیم دیگه. بودن که چند تا سلسله هم که خیلی خوب عمل کردن، ولی کلا از 200 سال به این بعد بیشتر به سمت یه جور قهقرا بودیم دیگه متاسفانه. البته خدمت دوستان این روند اول سواله، ولی خب اگر نظری دارید میتونیم توی این بخش ادامه بدیم. شما هم سوال دارید یا میخواید نظر بدید؟ من پرسش در باره باستان شناسی ایران
الان درباره کارهایی که امروزی به صدا داره انجام میده یا یه مقدار چیزی که در عرض 20 سال انجام شده در یک مجله نمیدونم چیزی یا کتابی یا یه جایی مرکزی وجود داشته باشه که این اطلاعاتی که اینا به دست میدارن در اختیار همزمان در اختیار جامعه هم قرار بگیره. آیا چنین چیزی هست؟ متاسفانه الان دولت فعلی به هیچ وجه اصلا دلش نمیخواد در مورد تاریخ صحبت شه. سر همین جیروف بسیار دوزی شد، یعنی تقریبا میشه گفت بیشتر این چیزایی که اونجا گلدانا و سرامیکا و وسایلی که به دست همش رو دزدیدن و فروختن به کشورهای بقیه کشورها و تمام الان پروفسور آقای یوسف مجیدزاده و منصور سجادی تمام اینا در واقع آمریکا بودن، از آمریکا مخصوص به خاطر این کشف جیروف اومدن ایران و دارن انجام. و متاسفانه جمهوری اسلامی اصلا هیچ علاقه ای نداره که اصلا راجع به تاریخ ایران به خصوص تاریخ باشکوه باستان ایران اصلا که صحبت شه. متاسفانه نه یعنی خود باستانشناسی خودش هیچ کوششی نمی‌کنه این اطلاعات رو در اختیار جامعه قرار بده. متاسفانه من اینجوری متوجه نشدم تو سرچ هایی که کردم، ولی خودمون باید بیشتر صحبت بکنیم. من فکر می‌کنم باید بیشتر خود مردم ما حداقل باید بدونن که ما چه شکوه و تمدنی داشتیم در واقع تاریخمون. اینو خود مردم باید آگاه باشن. فکر می‌کنم خودش خیلی مهمه. دیگه تو فضای مجازی می‌تونم فکر کنم الان به دست آوردن آگاهی و اینا دیگه کار سختی نباید باشه. من بپرسم چی دیگه دارم؟ آیا این چیزی جیروفت تحقیقات که در جیروفت انجام میشه فقط در ارتباط با خود اون منطقه است یا اینکه در ارتباط با جاهای دیگر یا دوره برش قرار میگیره؟ مثلا میگم در باره چیزی که در تاجیکستان مثلا زمانی معدن مس وجود داشته یا معادن میگم معدن چیزای گاز مثلا چیزی نه وجود داشته که در آذربایجان آقای نمیدونم پردیس باشه پردیس پردیس پارادایس هم شش پارادایس دهش باغ ها بکنم یادم هم پردیس هم نمیدونم پردیس هم نمیدونم که چرا چیز دقیق تاریخ دقیقی نمیتونن بگم ما بین 5000 سال تا مثلا 10000 سال چون از طریق کربن 14 اینا اشیایی که به دست آوردن میتونن به صدا سن تقریباً دقیقی به صدا بگن که این شهر واقعاً چند ساله شد؟ 5000 ساله یاده بوده من 10000 ساله قبل از این یاد باسیم. آقای بابادیان؟ من تانجه که میدونم آقای ایرج اسکندری یک کتابی داره میدونه در تاریکی هزاره ها. تو اون کتاب مطرح میکنه که در شمال ایران، در کناره در نیان خزر اقوامی بودن، ایرانی هایی بودن که در حدود 10000 سال فرهنگ داشتن. من از سفال و امسته ای که دست اومده نشوندهنده اینه که در اون زمان ها فرهنگ اونجا وجود داشته و این چجوری که اونا شناخته شده هستن ولی اونا رو هم شناخته شده من خیلی تمام هم بخشی از تمدن جیروف بوده چه سیاهی کنه تمام اینه که به دور دریای مرکز بودن همه شو جز به همین تمدن عرقتر یا تمدن جیروف در شهرهای خیلی زیادی بودن اونا هم همین بود یعنی جزی از همین تمدن جیروف هست در این باره من شما در این باره من شنیده بودم به سوال مطرح شده بود چند بارم من مطرح کردم من سوال چیزی به اصطلاح رشتن این نیستش ولی خوانش رسمی اینه که خط کی درست شده؟ اوروک میده اوروک سه درست کرده و به سومریا داده و اون 3000 سال پیش قبل از میلاد هست یعنی 5000 سال ادعا میشه و درست هم هستش که این خطی که کشف شده 5000 سال در 7000 سال یه سوال میگم بشه نه آخرش میگم چرا این خوانش رسمی رو ما کنار دیگه بذاریم دلیلش چیه؟
البته دو تا دلیل گفتن ولی هیچ کدوم قانع کننده نیست. یکی گفته که کاملا تحقیق نشده. ما میدونیم که خطی که هستش، یعنی اصلا کلا خط اختراعی خط اروپا 3 بوده، ولی اروپا 1 هم وجود داشته و نتونستم بخوننش. تو وای نمه وجود میدیم ما به اون هست، یعنی فقط به اصطلاح نخوندن این خط دلیل نمیشه. تو چه حدی باید بگذاری اصلاح بشه؟ سوال شما یه دفعه دیگه میشه. چرا خوانش رسمی که وجود داره رو کنار نمیذاری؟ خوانش رسمی میده که خط توسط اوروگ 3 درست شده، یعنی اختراع شده و 3000 سال قبل از میلاد مسیح. ولی من فقط یه خورده یه احساسی دارم، همیشه ما حالت معذرت میخوام میگم، ولی ما همیشه یه خورده همیشه فکر میکنیم تمدن ایران دیگه یعنی یه تمدن خاص و ویژه، یعنی خب حالت خاص و ویژه بوده واقعیتش نسید، ولی اینی که همه چی تو ایران بوده و هیچ جای دیگه تمدن نداشتن، از آمریکای لاتین، از اینوار کشورهای دیگه ای که هستن، از چین، از شرق آسیا. خب ایران یه چیز نقش مهم و کلیدی داره تو این تاریخ تمدن بشری، ولی همیشه من فکر می‌کنم باید یه مقدار احتراز کرد از این که یه سری به اصطلاح فرمول بندی هایی که اولین چیز تو ایران شده یا اولین به اصطلاح چشم مصنوعی و واقعا باعث حیرته که میگم شما دیدید وقتی که دیگه این کاغذی از تصاویری که روی سرامیکا و اردوها دیدن از اینا تونستن این کاغذ رو پرداشت کنن. خب دوستان اگر بزرگ خانم سنندزی بفرمایید. تاریخ خودمون یا چیز ارزش‌های خودمون نبود.